در این زمینه با فرهاد عظیمی نماینده مردم در مجلس بیشتر صحبت میکنیم. آقای عظیمی سلام بر شما، تشکر از دورتان، خوش آمدین به طلوع نیوز. پژوهش تازه که در مورد ارتش افغانستان نشر شده و در مورد حرفهای جان مکن خبرها را دیدیم و گزارش هم دیدیم. در آغاز ارتش افغانستان در وضعیت فعلی شما چگونه تعریف میکنین؟ واقعا ارتش افغانستان با توجه به مشکلاتی که داره و گذشته از اونم به گونه تغییراتی که بهش آمده، یعنی همون حمایت هایی که در گذشته داشت و در بحث دیگر هم نقش با حضور فعال نیروهای خارجی در کنار ارتش افغانستان، حالا ارتش کشور را شما چگونه ارزیابی میکنین؟ میشه که در این باره به دو بخش خود فعالیت های ارتش ما تقسیم بکنیم. اولی که صاحب منصب ها و سربازای ارتش افغانستان بسیار با کمال شجاعت در جبهات جنگ اینا میرزمن و اینا تانستن که امنیت و ثبات حداقل در شورای بزرگ تامین بکنن و ما با فکر آرامتر زندگی بکنیم. ولی برمیگرده بخش دوم و تقسیم دومی در قسمت مدیریت که از مقامات رهبری ارتش صورت میگیره، تا جایی که چی پژوهش ها خاطر نشان ساخته و ما در عمل میبینیم، فکر میکنم که ارتش افغانستان بیشتر دچار مشکل رهبری و مدیریت در سطح کلان است نسبت به این که در سطح پایینی در لواها، قلوردوها و همچنان واحدهای ارتش در جریان نبرد بوده باشه. و یک مسئله دیگه هم که در سالهای اخیر میتونه نقش داشته بوده باشه، در سابق ارتش افغانستان چی از لحاظ ماربوی، چی از لحاظ تجهیزاتی و لوجستیکی از طرف نیروهای خارجی حمایت میشد و با رفتن نیروهای خارجی و تبدیل خدمت از اینا صرف به شکل آموزشی باعث شده که او توانایی را که قبلا ارتش داشت امروز نداره و چنانچه که در پژوهش پیش بینی شده و خاطر نشان ساخته شده، عملیات هایی که بسیار زود باید نتیجهش به دست می آوردیم روزها و هفته ها و ماه ها طول می کشد. حالا مشکلاتی که در این پژوهش بیشتر به اشاره شد، همون بحث جذب نیرو از سربازان خیالی و بگونه هم مشکل مدیریتی خیشتر بیشتر بالایش بحث شد، در این زمینه چی میگن؟ آنچه هم که شما اشاره کردین که بگونه این مشکل وجود داره. این مشکل قبلا هم تا حدود وجود داشت در سطح ارتش، ولی با وجود آمدن حکومت وحدت ملی و به برنامگی در سایر عرصه ها، همچنان تعییناتی که خصوصا در حدود 60 یا 57 جنرالی که جدیدن اینا منصوب شدن، بنا به هر گرایشاتی که بوده، در امو وقت هم انتقادات زیادی از توسط کارشناس های بخش نظامی بالای تعیینات صورت گرفت و موقعی که سر صداها بیشتر در خصوص تعیین اشخاص و افراد و سایر منصب های نظامی در سطح ارتش سر صدا بلند شد، بیشتر مردم افغانستان از سوی مدیریتی که در ارتش وجود داره و عدم رهبری سالم و سوق و اداره لازم در اردوی افغانستان وجود دارد، مردم با خبر شدن متاسفانه. حالا آقای عظیمی، بحث به موضوعات سیاسی و به گونه گماشتن افراد در پست های نظامی با سلیقه های سیاسی، این بحث را چقدر تاثیرگذار میدانیم؟ واقعا انتقادایی هم در پی داشت این بحث ها. حالا در کار کلی ارتش، یعنی در نبردهای بزرگی که انجام میتن، این بحث تا چی حد به گونه تاثیرات منفی بیشتر داشته؟ من فکر میکنم که گزینش ها در گذشته ها هم سیاسی بود، ولی از آنجایی که حکومت وحدت ملی متشکل از دو تیم بوده، شما به نوع میدانین که هیچ کسی در افغانستان در سطوح بالایی نمیتونه بیطرف بوده باشه. اگر ایانن از لحاظ سیاسی بیطرف باشن، از لحاظ قومی به یک قومی نسبت داده میشه، از لحاظ زبانی به یک زبان نسبت داده میشه. بنان اگر ما بخوایم نخواهیم، چون حکومت وحدت ملی متشکل از دو تیم است، کسانی که اینا استخدام میشه به صورت طبیعی اینا ارتباط با یک جنا یا دو جنا حتی اینا دارن و این مشکل من فکر نکنم که بسیار به زودی معل بکنیم و چهره ها و شخصیت های رو پیدا کنیم که واقعا اونا مستقل بوده باشه. اگر ایران اگر اشاره کنیم، حالا به گونه وزارت دفاع ملی با سرپرست داره میشه و در پلوش هم مشکلات دیگه شما اشاره کردین، فکر نمی کنین که اگر این مشکل به گفته شما نیاز به زمان بیشتر داره
نداره تا این حل شوه، اون زمان رسیده و باید در این حال اقدام جدی در این رابطه باید صورت بگیره که حداقل با توجه به وضعیت امنیتی که در کشور است یک راهکار ساخته شود در این زمینه. متاسفانه تا هنوز راهکار ساخته نشده. ما همیشه تاکید کردیم که نباید ادارات امنیتی افغانستان و سایر ادارات افغانستان توسط سرپرستایی که واجب الاحترام و غیر مسئول هستند اینا اداره شود تا ما کسان را موقعی که لازم است باید به معرفی بگیریم که اونا رأی اعتماد بگیرن و واقعا اگر نیت خدمت دارن مسئولانه خدمت بکنن. متاسفانه یکی از نقیصه همین است، چی در وزارت دفاع ملی و چی در ریاست عمومی امنیت ملی. ولی نه تنها یک بخشی از مشکلات است، بخش دیگر در سطوح کلی رهبری و سازماندهی که چی یک نهادی که شما میدونید به نام شورای امنیت زیادتر تصامیم امنیتی و نظامی در اون نهاد گرفته میشه، دیده میشه که بسیاری وقت مشکلات در شورای امنیت وجود داشته و در بسیاری مواقع شما در جریان هستین که جاهایی که عملیات های بسیار سریع لازم است روزها طول میکشه که تا شورای امنیت چی به وزارت دفاع و چی به سایر ارگان های امنیتی ادایت بتن که در اون مناطق بحث عملیات آغاز شود. در وزارت دفاع ملی تا چی آدم تاثیرگذار میدونین بر نحوه کار ارتش و بگونه به نحوه مدیریت کلی این نهاد؟ یعنی چرا حکومت افغانستان با توجه به این مقطع اساسی که قرار داریم اگر بگونه اشاره کنیم بعد از چند مدت هوا گرم میشه و بازم شاید آغاز فصل جنگی می باشیم که اون فصل گرما را بیشتر فصل جنگ ما بهش خطاب میکنه، حالا چرا حکومت در این زمین اقدام نمیکنه و افراد را در این پست ها معرفی نمیکنه؟ میدونین که اداره افغانستان و رهبری سیستم رهبری افغانستان فرد میور است، تا هنوز سیستم ایجاد نشده که ما بالای سیستم فکر بکنیم و بگوییم که هر فرد در این سیستم قرار بگیره، سیستم کار خود پیش میبره. ولی از آن جایی که فرد نقش می داشته باشه، یکی از مشکلات مسئله سرپرستی است. ولی ما نمیتونیم بگوییم که صرفا با کسی که سرپرست است با تعیین مقام مسئول تمام مشکلات ارتش حل میشه و مشکلات ارتش مشکلات است که به صورت دوامدار ادامه پیدا میکنه. بگونی در این نهادها به ویژه در وزارت دفاع ملی یک سیستم که بتونه همه کار را انجام بده وجود نداره؟ متاسفانه نه تنها در وزارت دفاع بلکه به سایر ادارات افغانستان از بود علمی اگر این مسئله را به بحث بگیریم اداره افغانستان فرد میور است و فرد است که اداره را رهبری میکنه. حضور نیروهای آمریکایی، مشاورانشان و این بحثایشان دست پهلوی نهادهای امنیتی افغانستان کم رنگ شد، اونچه هم که جان مکن بهش اشاره میکنه و میگه که امکان داره که افغانستان با شکست راهبردی روبرو شود. در این زمینه چی میگین؟ واقعا زمان کونا بودن در کنار سران نهادهای حکومتی نظامی حکومت افغانستان تا چی حد نقش برجسته داشتن و به گونه مثبت واقع شده بودن؟ ببینین آنقدر که عنوان میشه که حضوری از اینا و مشاورتشان باعث حل تمام مشکلات در اون وقت بود، اونطور نبود. در اون وقت ما جنگ های داشتیم و مشکلات در سطح اردو، پلیس و سایر نهادهای امنیتی خود داشتیم. ولی ما نمیتونیم بگوییم که این مشوره ها مفید نبوده. این مشوره ها مفید بوده و با کم شدن نیروهای آمریکایی و نیروهای خارجی و همچنان سپردن ابتکارات به اردوی ملی افغانستان و سایر نهادهای امنیتی ما بعض نقایص را میبینیم که عدم حضور از اونا باعث شده که نقایص در سطح نیروهای امنیتی ما و ادارات امنیتی ما با وجود بیاید. اگر ارتش افغانستان نبرد را به پیش میبره بگونی با مشکلات رو برست، با ویژه از بحث حمایت های هوایی اگر برش شاره داشته باشیم بگونی بسیار وابستگی داره به نهادهای یعنی به نیروهای خارجی که در افغانستان هستن، ماموریت قاطعی اینجا به پیش میره. حالا در مورد آمریکا چی فکر میکنین؟ واقعا این کشور با توجه به این که اشاره میکنه که افغانستان از چند لحاظ به آمریکا مایم است، با اونچه که از توان آمریکا باشه نسبت به افغانستان دریغ نخواهد کرد و کمک هایش نسبت به افغانستان ادامه خواهد داد. حالا در این زمینه چی میگین؟ واقعا آمریکا به گونه یک زمان نرسیده برش که سیاست نظامی خود را نسبت به افغانستان و وضعیت امنیتی که در کشور جریان داره بازنگری بکنه؟ ببینید برنامه های امریکا و سیاست و پالیسی امریکا در قبال افغانستان برمیگرده به سیاست و پالیسی ملی خود ایالات متحده امریکا بر مبنای دو حزب و نظریات دو حزب بزرگ جمهوری خواه و دموکرات است. جمهوری خواه ها از اول از جمله جان مکین که از چهره های تاثیرگذار در حزب جمهوری خواست و از چهره های
تاثیرگذار در خود ایالات متحده آمریکا به صورت کل است. اینا همیشه تاکید داشتند که خروج نیروهای آمریکایی در سال 2014 و بالاخره 2013 و کاهش سربازهای آمریکایی یک اشتباهی رابردی و استراتژیک است. هنوز وقت از این نرسیده که آمریکا نسبت به افغانستان کم علاقه شود و تمرکز خود را از افغانستان به سایر جاها متمرکز بسازد. جان میکن و سایر جمهوری خواه به این نظر است، در حالی که دموکرات ها با برنامه که راه کردن در آغاز خود ریاست جمهوری آقای اوباما، برنامه از اینا طوری بود که باید نیروهای آمریکا از شرق میانه و از افغانستان آیست آیست خارج شد و زمان امور به حکومت ها سپرده شد. نانوان پرسش اخیر، در چون این زمانه که این گونه اظهارات صورت میگیره از طرف جان مکن با توجه به انتخابات که به گونه در آمریکا آغاز شده و جریان داره، چی فکر میکنین اظهارات؟ فکر نمیکنین که به گونه فشار یا به گونه به خاطر پیکار انتخاباتی این گونه اظهارات صورت گرفته باشه؟ من فکر نکنم که اظهارات بر مبنای رقابت های انتخاباتی که بین جمهوری خواه و دموکرات ها است صورت گرفته بوده باشه. چرا جان مکن، شناس شخصی که از ایشان داریم و در سطح بین المللی یک چهره مطرح هستند، اینا همیشه قضایا را واقع بینانه مطرح کرده و طرفدار حضور آمریکا در افغانستان به طور مؤثر بوده. سپاسگزارم آقای عظیمی از حضورتان در بحث. خوش آمدید. تشکر.